سلام سلام رفقای گلم، امیدوارم روز خوشی سپری کرده باشین. من پانیشر هستم، یه روز دیگه با یه گیم پلی دیگه اومدیم خدمتتون. خب رفقا، این گیم پلی این بار میخوام در رابطه با یه چیزی بهتون توضیح بدم که کال اف دیوتی موبایل داره چیکار میکنه. داره یه ورژن دیگه از این بازی رو میسازه. حالا اینی که نگفتن چیه، نه توضیح دادن که گفتن وارزونه، نه گفتن شاید مولتی باشه، شاید اصلا هرچی باشه، معلوم نیست فعلا چیه. خب ولی همین که دارن، یه چیزی هم که من خیلی دارم روش توجه میکنم، جدیدن یوتیوب گیم پلی های خیلی زیادی رو نگاه میکنم، از پلیرهای جدید گرفته، خدای اسنپ دستمه دارم میزنم، از پلیرهای جدیدی که اومدن گرفته تا مثلا ویدیوهای فانی که مثلا کیوری پای و پوتک و فلان و اینا هزار تا دیگه دارم نگاه میکنم. خب روی فیلمایی که میذارن، روی ولاگایی که میذارن، کلی تبلیغ کال اف دیوتی موبایل داره میخورن. خب از اینجایی که داریم همچین چیزایی رو میبینیم، یه دلیل میتونه داشته باشه، اونم اینه که اینا دارن یه کارایی میکنن، اینا به فکر این بازی هستن. چرا تیران بهش نمیخوره؟ اینا به فکر این بازی هستن و دارن یه کاری میکنن که احتمالاً یا میخوان ورژن جدیدی از بازی بیارن. نگاه کن کی اومد بالا. احتمالاً یه ورژن جدیدی میخوان از بازی بیارن، اضافه کنن، وگرنه این همه تبلیغی که دارن میکنن خیلی یه جورایی میشه گفت اشتباهه. دلیلی نداره که این همه تبلیغ بکنن. چه دلیلی داره؟ بازی به اندازه کافی شناخته شده هست. چون خیلی به شدت دارم میبینم تبلیغای چیزو دارن میزنن، کالافو دارن میزنن. احتمال زیاد، امیدوارم، حالا یه مشکلی هم که هست اگه بیار نگاه اینجا چه شیر تو شیری، این از خودمونه، این یارمونه داره لوت میکنه این وسط. چه اوزه خیتی بود، حکم لازم. اونو دیدین اون وسط؟ خدای کاش یه ثانی، اگه دارین نگاه میکنین یه چند ثانیه برگردین عقب. این یار من لباسش نارنجیه، اونم نارنجی، وسط این دوتا داشت لوت میکرد. خندم گرفته بود، خدا اینجا انقدر خندیدم. آره داشتم میگفتم، چون خیلی دارن تبلیغ میکنن به شدت، و از اون طرفم حالا یه مزایایی داره یه معایبی داره. اگه این کارو بکنن، وارزون رو بیارن، احتمالاً گوشیای خیلی خوبی بخواد که مثلا بشه باهاشون بازی‌ها رو بازی کرد و اینجوری هست. حالا اینجا رو هم نگاه کن، یه ترفند بهتون میدم. خب اگه شما جز اون دسته افرادی هستین که عینتون خیلی قویه و اینا، خب تو میست دادم روش پشمام، همیشه یکی از یاراتون رو بندازین جلو. تانکتون بشه اونی که بازیش خوب نیست. بعد هیچ وقتم بهش نگین، مثلا یه جوری تابلو نکنین که آره طرف رو تومه کردین. یاراتون رو تومه کنین، بدین شوهر، بعد خودتون که عینتون اوکیه اون عقبتر یکم بزینش. اینو نگیم، این نگاه کن، اینجور چیزایی هیچ کس نمیگه، من دارم بهتون میگم. خیلی هم چیز الان همچین چیزی رو من اعتراف کردم، خیلی اعتراف سنگینیه. بعد اینم یه دونه این فلش هم بندازین روی چستون که دیگه چی اسمش چیه، کویک میزنین دیگه طرف به چوخه عظما بره. یه دیفندر هم که داریم، یه فلش رو بح. چه شود. بعد یه چیز دیگه که اضافه کردم به بازی، حالا ریدن توش، خیلی ببخشید، معذرت میخوام دارم اینجور صحبت میکنم، ای خود دیگه یکم باید چیزش کنم دیگه. یه چیزی که اضافه کردن به بازی و خرابش کردن، این همین اسنوبورد هاست که خیلی سرعتشون کم شده توی مناطق کویری یا نیمه کویری. یه همچین حالتیه. خب ولی همیشه، حالا زارام توی گیم پلی قبلیش گفت که همیشه یه ماشین برای رسیدن به ایردراپ ها یا کلن جابجایی توی این مناطق خیلی شخمی و خشک و کویری همیشه کنارتون باید باشه، چون به شدت اسنوبورده. اگه اسکواد راش بده رو سرتون اسنوبورد بزنین، مردین. ایمش خوب باشه طرف، یه ذره ایمش خوب باشه، مردین. بعد رفقا این دقت کنین، الان این اسکل سوار ماشین شده، هی داره میاد میره. الان البته جلوتر میبینینش، حالا اینجا نیست. او فرار، کجا فرار میکنی عزیزم؟ حالا اینجا نیست، ولی این ماشین جدید خیلی رو مخه.
این چیزی که این ماشینه رو به نظر من بخواد به جای اسنوبورد آوردن، خیلی اصلا رو مخه، انقدر سرعتش زیاده که بزنه بهت هم نمیتونی سوارشی. شاید من پینگم خیلی داغون بود، قبل این داشتم با امر اول بازی میکردم، بودن پینگ 100 داشت به هم میداد. خب الان این ماشین رو نگاه کنید، اصلا هیچ تیری بهش نمیخورد. اگر اون خاورا بود تیر میخورد بهش ما، ولی این ماشین اصلا تیر بهش نمیخوره. خرمگه اصلا مرکه همه زرت زرت میاد زیرمون میکنه، انقدر رو مخه. آخر سر یه بلای، این حدودا 5 دقیقه 6 دقیقه با این ماشین فقط میچرخه. فقط آخر سر به این چه بلایی سر این ماشین میارم. حالا یکم صبور باشین یه بلایی سرش بیارم دیگه سوار این ماشین نشه. بعد اینقدر خوش شانس هم هست، نگاه پینگش هم خرابه، نگاه چطوری داره میره اوه سلطان. بعد نگاه شانسش رو، نگاه اینجا عجب شانس کوهی دارم. خدایی یه روشی اگه دارین برای نابودی این ماشینا بهم بگین، خدایی هر کی بهم یه روش خوب بگه میاد توی فرند لیستم کلا باش. البته کلا دروغه چون خودم هم جدیدن زیاد بازی نمی کنم. طرف کمردرد گرفته، ما گردن درد گرفتیم. یه خودتون قضاوت کنید. نگاه این دوباره زد به من، یه بار دیگه هم میزنه به من، ولی ببینین چه بلایی سرش میاد. اینو نگاه اچس برداشته. آره داداش تو از اینجا منو میزنی، اینجا رو نگاه، تو رو خدا چه دیفندر زدم. با تانکرم یه دونه اسکین کردیم و اصلا شیر تو شیر شده بازی. نمیدونم چرا اینجوری بازی میکنم. مثلا دابل میری، خب همه رو میزنی، میری پلتفرم رو جمع میکنی، میری مثلا فارم رو جمع میکنی، بعد که اینا رو جمع کردی نگاه دوباره اومد، بعد که اینا رو جمع کردی زون آخر میبینی چند نفر هستن، MSMC فنک. حالا خودم هم همه اینا رو گفتم و الان زیاد چیز نمی کنم که آره مثلا چیز بدیه، خودم میگم از این طرف میگم استفاده کنین، از این طرف وقتی جلو خودم میفتن 20 تا کیل زدم میرینن تو گیم پلی، از این طرف میگم ریدن تو بازی، چه حالتی داره. آره طرف با فنک و MSMC و اینا زارت، بازم در رفت. باش من واسه تو دارم، چند دست زدی به من، چند بار، 3-4 بار منو زیر کرد. ای خدا یه بلایی سرت بیارم عزیزم. بایست این قضیهش اینجوری هست، MSMC و فنک و HS و اینا. حالا HS خیلی باله، حالا HS رو هر کسی نمیتونه بزنه، طرف باید پلیر خیلی خوبی باشه بزنه. بعد از این طرف جنگ پینگمون رو کلن داستان داریم تو کال آف فعلا. حالا احتمالا بندازمش توی سبک استریم و اینجور چیزا دیگه، یه حرکت هایی خواهیم زد که حال کنین، صفا باشه. فقط یکم صبور باشین ببینم تاییدیه مانیتایزی یوتیوب هم میاد، اگه بیاد خیلی حرکت های خفنی قراره بزنم که مثلا عشق کنین، صفا باشه دیگه. اصلا هرچی بحثه دیگه، اونجوری وقتی آنلاین بازی بکنین. نگاه یه بار دیگه زد من، با وجود بیا پایین. آره داشتم میگفتم دیگه مثلا اونجوری که آنلاین اگه بازی کنین دیگه، نگاه خودشم میدونه دیگه، کاراکتر من شناخته، میدونه چیز دارم، دیفندر دارم، نمیاد رو صورتم. آره اگه مثلا اونجوری آنلاین بازی کنیم خیلی از نکات خودتون خود به خود میتونین پیدا کنین، چون اونطوری دیگه گیم پلی انتخابی نیست. میدونین چی دارم میگم بهتون، گیم پلی انتخابی نیست. و آره اینجا هم بذار، برو خونتون ابولی دیگه. و انه شده نگاه یار من با نیت خودش بود. آره دیگه رفقا اینجوری هست، کم کم هم داریم به پایان این گیم پلی نزدیک میشیم. امیدوارم از گیم پلی لذت برده باشین، دوستتون دارم، ارادتمند همتون، مسعود پانیشه. فقط رفقا یه نکته، اگه چیزی در رابطه با این ورژن جدید کال آف که داره میاد میدونین حتما توی کامنت ها بنویسین. خب در رابطه با پینگ و اینا هم صحبت کردیم و توضیحاتی دادیم، و اگه در رابطه با اون چیزی میدونین بنویسین، اگه میدونین با این ماشینا چی کار باید بکنیم در مورد اینم حتما بنویسین. دوستتون دارم، ارادت، فدا.